و من هم به خاطر این دعوت و این فرصت از شما تشکر میکنم. خواهش میکنم در همین مقاله‌ای که بخشی از اون رو برای خمیهنان خواندم، همچنین آورده اید که خامنه ای یک دیکتاتور رو به مرگ و مایوس و ملیخولیایی است و خواهان تمکین همگانی است. بفرمایید چه حالتی دست میده به دیکتاتورها در آخرین روزهای یأس و فرتوتی؟ ببینید، در اساس دیکتاتور این سوال میشه کرد که انسان از ابتدا، زمانی که از مادر زاییده میشه، دیکتاتور هست؟ که این در واقع یکی مشکل این تئوری رو اثبات کردن که اساسا در ذات این فردی هستش که از شکم مادرش بیرون میادش. ولی که این فرد در یک محیط تاریخی، در یک محیط فرهنگی، در یک محیط دینی، در یک محیطی که با افرادی که با شخصیت‌های گوناگون بودن و همچنین فردی که به سوی قدرت تمایل پیدا میکنه و انگیزه های قدرت طلبی درش رشد پیدا میکنه و لحظه‌ای که از مزیت‌های گوناگون استفاده میکنه، فرد دیکتاتور فردی خواهد بود که به نحو انحصار طلبانه تمامی دنیا رو برای خودش میخواد، زیرا بر اساس فکر و سلیقه اون همه در اشتباه هستن، همه در واقع در خطا هستن و تنها یک کلام و اون هم کلام دیکتاتور و تنها یک سری از افراد، اون هم افرادی که تابع این دیکتاتور و تابع کلام اون هستند، بیان حقیقت هستند. و به همین خاطر استش که آنچه که خارج از حقیقت او و خارج از بنابراین منافع قدرت او و همچنین خارج از این باند و این سکت و این گروه کوچکی اون قرار میگیرن، به ناگزیر باید مورد تنبیه قرار بگیرن. اونها در خطا هستند و به همین خاطر استش که این یک روند پیچیده هم آنتروپولوژیک هست، هم روانشناسانه هست، هم اینکه آسیب‌های روانی که این فرد داره بیش از پیش این فرصتی پیدا میکنه که باز هم خودشو افسایش بده. یکی از عوامل به اصطلاح تقویت یک دیکتاتور، اون کیفیت اون اجتماع و نوع و خصوصیاتی هستش که اطرافیانشون هستن. یک فرد دیکتاتور تنها در ضمن نیست، فرد دیکتاتور رو دیکتاتور خواهان این رو روی دوش خودشون حرکت میکنن میدن. اونهایی که مجیزگو هستن، اونهایی که تسلیم میشن، اونهایی که حقیقت رو قربانی میکنن، اونهایی که به خاطر منافع حقیر و کوچک خود دروغ میگن، اونهایی که در واقع دست بنابراین به کار شکنجه استبداد میزنن، همه اینها کسانی هستن که زمینه برآمد برجسته تر یک دیکتاتور رو فراهم میکنن. بنابراین فرد دیکتاتور هم خصوصیت میتونه شخصیتی داشته باشه که در روال زندگیش از زمانی که برها در یک جامعه خانوادگی هستش در خودش منعکس میکنه و پس از اون نوع روابط و به اصطلاح تربیتی که داره تا لحظه که به مناسبات قدرت میرسه، موقعی که به فرض استالین به سر قدرت رسید، این فرد در واقع در گذشتش، البته اطلاعات دقیقی نیست نسبت به همه دیکتاتورها، همیشه باید جستجو کرد و جستجو کرد، ولی از زمانی که وارد مناسبات حزبی بود، اینجا اونجا بهش میگفتن که به هر حال تو فردی که می خشنی هستی، یا لنین در وصیت‌نامه‌اش نوشت که استالین فردی بسیار به اصطلاح تند و خشناک و به اصطلاح تمایل به خشونت داره، مواظبش باشید دیگر فا. ولی زهلی که به هر حال به قدرت رسید، از اونجایی که اینها زیرکانه عمل میکنن، توطئه‌گر هستن، حیله‌گر هستن، به همین ترتیب عمل میکنن. خاطرمون باشه آقای خامنه‌ای و همچنین پیشکسوت ایشون آقای خمینی، اینها هم وقتی شما نگاه میکنین، آقای خمینی کسی هستش که حالا خیلی‌ها فقط چهره‌هاشو در تلویزیون در نظر دارند و یادشون هست، ولی خاطرمون باشه زمانی که دستور میداد و میگفت مانند در واقع امامان، مانند حضرت علی، مانند حضرت محمد، کفار رو چگونه اینها نابود کردند و چگونه در واقع این خلفا گردن مخالفین رو زدن و در یک به اصطلاح نبرد و در یکی از این غزوات در واقع حدود 700 نفر رو سر برد
میدم و میگه این نمونه است برای شما، نمونه برای اینکه در این دوران، دورانی هستیم که ما در دوران جمهوری، به اصطلاح جمهوری البته الهی هستیم، اسلامی هستیم، و بنابراین تمام جنایت ها توجیه شده است و هیچ مسئله شما نداشته باشید. و افرادی مانند آقای خلخالی و دیگران اینها این چراغ سبز رو گرفته بودن، اینها حتی از آقای خمینی گرفته بودن. و خمینی کسی هستش که درسته که به ظاهر در یک شرایط بسیار به اصطلاح حقیرانی به چه بسا زندگی بکنه از نظر شرایط مادیش، ولی که تنها یک چیز رو قبول داره و یک اسلام، و اون اسلامی که مورد نظر اون هستش، اون فقهی که مورد نظر اون هستش و اون تسهایی که در حکومت اسلامی آورده و بنابراین منجر میشد به امر ولایت فقیه، و بنابراین این امر اون پایه و استرکتور و اون ساختار فکری هستش که بیش از پیش برای این فرد در واقع منافع جدیدی تولید میکنه. و آقای خامنه ای هم این فردی که در واقع خب یک طلبه بوده در یک محیط حوزه‌ای بزرگ شده، فردیه که به قدرت میرسه، حیله‌گر هستش، دیگران رو به سرشون گول زده، مانند دیگران، یعنی مانند دیگران خود آخوندها. من شخص یکی از درسایی که در تجربه زندگی خودم گرفتم، من شخص به هیچ کدوم از افراد متعلق به روحانیت هیچ گونه نه اعتمادی کردم و نه اعتمادی میکنم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از نظر جامعه شناسی این یک کاستی هستش که دارای هیچ منفعت و به اصطلاح برای جامعه نیست، مفید نیست، به خاطر اینکه کاری که میکنه این کار نه تولید مادی هستش، نه امر تکنولوژیکی هستش، نه تولید علم میکنه، نه تولید آگاهی برای جامعه میکنه، بلکه باز تولید خرافات، باز تولید ایدولوژی های اسلامی خرافاتی رو میکنه، تا اینکه همه افراد جامعه افراد تابعی باشن. بنابراین این کاست یک کاست کاملا مضری برای جامعه هستش، و بنابراین این افراد کم و بیش این هم هستن، علارغم خصوصیت هایی که به هر حال دارن و متفاوت میتونه باشه. و زمانی که این فرد در رأس قدرت قرار میگیره مانند آقای خامنه ای، بنابراین اون لحظه ای هستش که تمام لذایذ، تمام اون شهوت متمایل به قدرت و تمام اون پولسیون هایی که به قول فروید در فرد عمل میکنه، پولسیون های انرژی که در این فرد عمل میکنه، به سوی کسب قدرت، تحکیم قدرت، انحصار قدرت حرکت میکنه. و برای این در این راستا یک چیز در برابر خودش قرار میگیره که کل اجتماع هست، اون اجتماع باید تابع بشه. کسانی که تابع نباشن برابر این افراد جزء کفار و به اصطلاح افراد میتونن محدور و دم باشن. و از سوی دیگه، و این آخرین نکته، کسانی هم که به ایشون نزدیک هستن، اینها هم تمام تاریخ دیکتاتورها نشون داده، از استالین تا ماو تا تجربیات دیگه، همه این افراد یکی دیگه از میدانهای مبارزه، مبارزه از علیه رقبا و نزدیکان خودشون هستن. به خاطر اینکه در ذهن دیکتاتور آنچه که وجود داره مسئله این هستش که به همه باید تردید کرد. این تردید اون چیزی هستش که مرتب اینها رو هم عذاب میده، هم لذت براشون تولید میکنه. و چون این دارای این تمایل لذت بخشانه هستش، بنابراین اونها رو کنار میزنه، بنابراین اونها رو خفه میکنه، تا این امر که تنها اون باید دارای قدرت طلایی و همگانی و همیشگی باشه، برای همگان مخرز و روشن باشه. خیلی ممنونم آقای دکتر ایجادی. بفرمین که به راستی آیت الله خمینی انگیزه تحرک انقلابیش قدرت بوده، قدرت طلبی بوده، یا ایدئالیسم؟ ببینید میتونه صحبت احتمالاً از ایدئالیسم، آخه مسئله بحث این هستش که یه زمانی میتونیم بگیم ایدئالیسم، یه زمانی میتونیم بگیم توهم گرایی، یه زمانی میتونیم بگیم که خرافه گرایی. به هر حال حتما من از زاویه به اصطلاح ایدئالیسم رو به معنای فلسفیش میگیرم و از این حوزه بحثمون در تحلیل از آقای خمینی دورش میکنم.
ولی که به طبع این افراد افرادی هستند که دارای شماهای فکری و اعتقادی هستند و میخوان به نحوی حکومت الله رو، حکومت علی رو، حکومت امام زمانی رو در روی این زمین در واقع مستقر بکنن و به این خاطر هستش که در واقع دستخوش یک سلسله توهمات هستند، توهمات مرگاور هستند، توهمی که در واقع تمام جهان رو باید در حوزه خدمت این توهم خودشون قرار بدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها به نسبت به تاریخ درک علمی ندارن که این تاریخ به شکلی که عمل کرده اول از اون عمل نخواهد کرد و از سوی دیگه نیروهایی که در درون جامعه هستن، طبقات اجتماعی که در درون جامعه هستن، اینها رو باید ما نگاه بکنیم. ولی شما زمانی که میخواهید در واقع در نوعی به اصطلاح توهم خودتون بمودید و باشید و بنابراین تمام تاریخ رو مجبور بکنید از شمای فکری شما تبعیت بکنن. ببینید پلپوت در کامبوج، کامبوج زمانی که کمونیستای پلپوت رسیدن بر سر قدرت 7 میلیون آدم جمعیت در این کشور بود. زمانی که پلپوت سرنگون شد و رژیمش رفت به اصطلاح نابود شد، 2 میلیون از کامبوجی ها کشته شدن و زنده به گور شدن. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه پلپوت نظریش بر این بود که ما باید به سوی یک جامعه کمونیستی و پاک برویم و بنابراین باید در این راستا سرعت ببخشیم و این سرعت بخشیدن یعنی نابود کردن مخالفین ما، و مخالفین ما یعنی از نظر اونها بورژواها، خرد بورژواها، به اصطلاح زمیندارانی که کوچک و بزرگ هستن و روشنفکرانی که در واقع مورد به اصطلاح مورد موافقتشون نیستن و غیر و ذلک اینا. بنابراین بحث بهش برسن اینه که تمام تاریخ رو باید به شکل جبری و زوری وارد دوران طلایی اون بکنی و این در واقع یک خواب بسیار بسیار وحشتناکی هستش که اینها برای این جهان در نظر گرفتن و بناگزیر این تمایل شدید منجر به چی میشه؟ منجر به کشتار، منجر به خشونت میشه. در ارتباط با آقای خمینی هم این به طبع یک سلسله از ذهنیت این فرد، ذهنیت مربوط به 1400 سال پیشه. ذهنیت اون در جستجوی هستش که حکومت به اصطلاح خلافت علی رو مجددا بیاره. خلافت علی چیست؟ یک خلافت بسیار عقب افتاده در شرایط قبیله‌ای، در شرایطی که در واقع مناسبات اجتماعی به هیچ وجه مناسبات پیشرفته‌ای نیست و در همون لحظه شما اگر نگاه بکنید در تاریخ اون لحظه، یعنی به اصطلاح جریان جدید خلفای عرب هست به دنبال جنگ های استعماری که از دوران به اصطلاح خلفای عرب شروع میشه و جنگی که علیه ایران، ایران زمین صورت میگیره، یک جنگ استعماری امپریالیستی برای نابودی هویت این کشور هستش. و بنابراین شما وقتی مقایسه میکنید از نظر مدارج اجتماعی، فرهنگی، معماری و نوع مدیریت جامعه، نور حکومت مداری، جامعه ایران بسیار بسیار بالاتر هستش، قابل مقایسه نیست. دو امپراتوری اصلی، امپراتوری در واقع بیزانس روم شرقی هستش و امپراتوری پارس هستش و بنابراین آنچه که در شبه جزیره عربستان روی میده یک در واقع مناسبات بسیار بسیار عقب افتاده و دارای خشونت و منتها اینها در جستجوی چی هستند؟ در جستجوی حکومت کردن مطلق، در جستجوی قفه کردن دیگران از کسانی که در شبه جزیره عربستان بودن تا مرحله بعد که به کشورهای دیگه در واقع انتقال پیدا میکنه به عنوان یک خط استعماری. بنابراین مدلی که مورد نظر آقای خمینی هستش انتقال در واقع این مدل حضرت علی یا علی ابن ابی طالب هستش به جهان کنونی ما و جامعه ما و بنابراین این به ناگزیر این ایده بسیار بسیار وحشتناک این فرد، این تابوهای فکری و یا در واقع توتمیزم این فرد یا این در واقع شماهای ایدئولوژیک و دینی این فرد منجر به این میشه که در موقعی که در رأس قرار میگیره تمام تاریخ رو به سوی اون هذیان‌های خودش میخواد سوق بده و بنابراین از اونجایی که تاریخ نمیپذیره، جامعه به راحتی نمیپذیره این رو مگر اینکه یک قدرت
بسیار قدرتمند فشار و خشونت باشه، بنابراین اینها مجبور هستن که این خشونت رو خشونت مقدس تلقی بکنن و به این خشونت رو سراسری بکنن و اون حکمی که اینها میدن، یعنی حکم کشتار، حکم اعدام و حکم اینکه این قدرت قدرت الهی هستش و در برابر این هیچ گونه مانعی قابل پذیرش نیست، نتیجه این افکار، این در واقع شماهای ذهنی و این آلودگی های فکری هستش که به نقطه‌ای میرسه که پیوند برقرار میکنه با منافع شخصی خودش، با قدرت فردی خودش. آقای خمینی آگاه هستش، میدونه که این جامعه شیفته اون شده، میدونه این رو. این به ظاهر وقتی شما نگاهش میکنی کلش میندازه زمین، آرام صحبت میکنه، خودش رو به اصطلاح حقیر نشون بده، ولی این فرد یک فردی هستش که بسیار مکار. میدونه چرا من میگم مکار؟ به خاطری که در همون زمانی که ایشون در پاریس اومده بودن، از طرف افرادی مانند آقای یزدی ها، اینها در ذهن به ایشون به عنوان مشاور ایشون عمل میکردن، قرصاده ها و غیره کم نبودن، و بنابراین اینها میگفتن که در برابر بلنگوهای غرب چگونه شما باید رفتار بکنید. از یک سو مناسبات نزدیکی رو با برخی محافل آمریکایی برقرار کرده بودن که با برخی از محافل ارتش در واقع اینها روابط و معاملاتی بکنن، از سوی دیگه می آمدن در رادیو و تلویزیون می گفتن که ما طرفدار حقوق زن هستیم، کمونیست ها می توانن بیان حرف بزنند و جامعه ما و دموکراسی در درونون بهتر از جامعه و دموکراسی غرب خواهد شد. تمام این ماجرا تاکتیکی بود که به قدرت برسه، و زمانی هم که اومد در تهران و گفتش که در واقع در این ایده به سراغ اعلام کرده که من میرم در قم، به اون میدونست که نمیتونه رها بکنه این امر قدرت رو، و به همین خاطر هستش که تا لحظه آخر به عنوان یک فرد مستبد و حیلگر باقی ماند، کشت و نیروهای بسیار زیادی رو از ملت ایران در واقع ضایع نمود. ممنونم آقای دکتر ایجادی. بفرمید که این عبارت که میگویند انقلاب فرزندان خود رو میبلعه، این تا چه حد درسته؟ این واقعیت داره طبق اسناد تاریخی؟ و آیا این ناشی از همون قدرت طلبی بنیادی انقلابیون نیست؟ ببینید در انقلاب فرانسه کسانی که انقلاب کردن علیه پادشاهان، خود این گروه پس از یک دوری به جون هم افتادن و خودشون رو نابود کردن، برخی دیگر رو نابود کردن. در روسیه به همچنین زمانی که بلشویک ها اومدن بر سر قدرت، منشویک ها رو پس زدند، کرنسکی رو انداختن پایین و تمام کمونیست های بلشویک بر سر کار اومدن، و ما دیدیم در این تجربه هم تمام یه بخش مهمی از رهبرانی که برای این انقلاب بلشویکی، یعنی برای این به نوعی بنابر برخی تست ها و تئوری ها، در واقع نمیشه گفت کاملا انقلاب، به خاطر که یک چیزی بین انقلاب و کودتا هستش، ولی به هر حال این کسب قدرت توسط اینها منجر به این شد که تا به خصوص زمان استالین تمام دادگاه ها علیه بخشی از این رهبرانی که خودشون از معماران این انقلاب بودن و فرزندان انقلاب بودن نابود شدن و پشت در سیبری و دادگاه های استالین به هر حال به قول معروف کلکشون کنده شد. شما وقتی این نگاه میکنی این ماجرا هم در ارتباط با ایران به همین ترتیب، کسانی که قدرت رو به دست گرفتن، کسانی که بر سر کار آمدن، شما اگر این دقت بکنیم تر تمام این روند 40 ساله، آنچه که در دوران کنونی صورت میگیره، این رقابت جویی، این توطئه‌گری، این تر تمام این 40 سال ادامه داره. یعنی لحظه هستش که اینها منافع مشترک و همسو دارن، ولی در همون لحظه و لحظاتی دیگر هستش که این افراد، این مهرها، این لیدرها، این کسانی که هر کدوم به نحوی تمایل داره که خود قدرت رو برای خود تصاحب بکنه و دیگری رو رفاق رقیب خودش رو مانع این اهم میدونه، در جستجوی توطئه‌گری میافته. اینها جزو ذات امر در واقع قدرت گیری هستش. شما توجه بکنید آقای خمینی وقتی بر سر کار آمد، کسانی که دور و بر اون بودن، آقای قدساده چه شد؟ آقای قدساده سرنگون شد، دستی افراد نزدیک این فرد بودن. یا آقای یزدی آمد، کسی بود که در تمام امور مربوط به امر مشورت به آقای خمینی مشورت داد، جهت داد، نیرو گذاشت،
تمام انجمنهای به اصطلاح اسلامی در خارج کشور رو ساماندهی کرد که کاد برای جمهوری اسلامی بعدی خودش به وجود بیاره، ولی زمانی که در واقع اینها اومدن و اختلافاتشون در ارتباط با دولت موقت بازرگان اتفاق افتاد و خمینی خط بازرگان رو گفت باید برود، بنابراین از اون لحظه آقای بازرگان هم مشمول این حکم شد. ببخشید آقای یزدی. بنابراین آقای یزدی تا آخر وفادار بود به انقلاب اسلامی، تا آخر وفادار بود به نظر من بر خط امام، ولی از اونجایی که فرصت طلبی داشت، از اونجایی که خواهان قدرت بود، از اونجایی که به هر حال با خودش یک سلسله رازهای گوناگونی رو در خود داشت و با خود برد و بنابراین نفع آنچنانی نداشت که قیام بکنه، و به همین خاطر هستش که تمام این افرادی که اومدن در سلسله قدرت قرار گرفتن به مرور بخشی از اینها از قدرت خارج شدند. آقای دکتر ایجادی، شما اخیراً حتما ملاحظه کردید عین گفتگوی قطب‌زاده با بازجوها منتشر شده و این نشون میده که واقعا چه جنگ قدرتی در درون به اصطلاح سپهر انقلابیون رخ میداده و چگونه این شخص که میگفتش من تا آخرین لحظه میگفته که من عاشق امام هستم ولی درست میخواسته خانه خمینی رو منفجر کنه، آنگونه که خودش میگفت. بفرمایید که این جنگ قدرت درونی انقلابیون این نشانگر چیست؟ ببینید مسئله قدرت در تمام جوامع به نظر من وجود داره، در جوامع توتالیتر و در جوامع دموکراتیک. امر قدرت به ناگزیر در سرتاسر مسیر تاریخ به وجود آمده و شکل‌های مختلفی به خودش گرفته، گاه بسیار فردی و خصوصی بوده، گاه بسیار به اصطلاح درشت و به اصطلاح گروهی بوده، و گاه به شکل مدل دموکراسی بوده، گاه به شکل مدل نظامی بوده، و بنابراین اشکال و ویژگی‌های مختلف داشته. بنابراین پرسنل سیاسی، نخبگان سیاسی همه تمایل به قدرت دارند، همه دارند. قدرت چیست؟ قدرت داشتن اون ظرفیت و اون شرایطی که بر دیگری خودش رو تحمیل بکنه و تمام مسیری که در برابر قرار میگیره رو مورد که باید مورد تمایل خاص و آرزو و منافع اون باشه. و بنابراین این افرادی که تمایل به امر سیاست دارن، سیاست رو در خدمت خود میبینند. این خود یعنی چی؟ همیشه این خود به معنای جنبه پولیش نیست، این خود در ذهن منافع ایدئولوژیکشه، منافع شخصیتیش هستش، منافع روانشناسانش هستش، منافع خانوادگیش هستش، خود رو برتر از دیگران تلقی کردن هستش. برابر این خود از اجتماعی، جامعه شناسی و به اصطلاح روانکاوی یک خود بسیار پیچیده و گوناگونی هستش که در لحظات مختلف میتونه رنگ‌های مختلفی رو به خودش بگیره. و بنابر این آنچه که در ارتباط بفرض با آقای خمینی و همچنین آقای صادق طباطبایی مطرح میکنید درسته که اینها صادق قدزاده، قدزاده ببخشید، ولی که طباطبایی باز یک داستانه در واقع دیگه ای داره، آقای قدزاده، اینها افرادی هستش که هم با هم هستن به خاطر اینکه به سوی قدرت به اصطلاح تمایل پیدا کردن. در اون لحظه ای که خیزش به سوی قدرت دارن، قدرت جدید تمام اختلافات تضعیف میشه به خاطر اینکه یک فرد یا یک گروه یا یک مدل که مدل به فرض شاهی باشه در برابر خودشون قرار گرفته و میگن شاه باید برود و برابری خودشون رو متحد میبینن. منتها این لحظه به اصطلاح انقلابی، این لحظه همگانی، گرچه خودش رو به شکل متمرکز علیه یک
به اصطلاح موجود دیگه کردی، ولی در درون خود دارای اختلاف نظر، دارای زاویه های فکری، دارای منافع مختلف و گوناگون هستش، ولی اون فضا، اون شور به اصطلاح انقلابی، اون تهییجات، اون منافع لحظه اجازه نمیده که اون به اصطلاح اختلافاتی که در درون هستش بروز پیدا کنه. ولی لحظه ای که این شرایط میگرده، چرخش صورت میگیره، کسانی که در واقع موفق شدن حریف خودشون رو یا به اصطلاح رژیم شاه رو کنار بزنن، اون لحظه، لحظه خودنمایی خود، لحظه در واقع برجسته کردن منافع خود و لحظه ای هستش که به خود میگه که این الان نوبت منه. من باید، من چه چیزی کمتر از خمینی دارم؟ من چه چیزی کمتر از ایکس و ایگرگ دارم؟ بنابراین تمام اون به اصطلاح ویژگی این فرد بالا میاد، به خاطر که میبینه که فردی مانند آقای خمینی فردی هستش که به منافع خودش بسیار اهمیت میده، به گروه ایدولوژیک و فقهی خودش بسیار اهمیت میده، و این فردی که تا یه حدودم غرب رو میشناسه مانند آقای قدساده و این حرفا و تمایلات دیگه میتونه داشته باشه و منافع دیگری اینجا و اونجا از جانب این قدرت بزرگ، اون قدرت بزرگ به هر حال در پشت پرده ماجراهایی میگذره، بنابراین اینها به هوش میان از نظر منافع خودشون که اقدام بکنن. به همین خاطر هستش که با توجه به نکته‌ای که شما گفتید و درستم میگید، کاملا اون لحظه‌ای که میگفت من امام رو قبول دارم و کلی براش خدمت کرد، در ضمن کسی بود که به این نقطه رسیده بود که من باید قدرت رو بگیرم، من باید در واقع این قدرت سیاسی رو قبضه بکنم. منتها در این لحظه، لحظاتی هستش که بس بس این هستش که چه کسی زرنگتر است، چه کسی حیله بیشتری به کار میگیره و بنابراین چه کسی بازنده و چه کسی برنده خواهد شد. آقای دکتر ایجادی، در یکی از بررسی های اخیرتون پیرامون آشوب در سپهر قدرت در ایران نوشتید که جنگ سیاسی میان خامنه ای و روحانی جدالی پرمخاطره شده است، زیرا نتایج آن برای کشور و در منطقه آسیب‌های جدیدی را تولید می‌کند و حاکمیت دینی را با گسیختگی عریانی مواجه خواهد کرد. البته جمهوری اسلامی از ابتدا رژیمی بوده است با ساختار بحرانی و درگیری جناح‌ها اغلب با تصفیه حساب حاد یا خونین همراه بوده است. امروز پرسش اینجاست که عوامل بحران برانگیز کنونی کدامند؟ چند عامل را برای فهم این جدال درونی باید در نظر گرفت؟ آقای دکتر. بله، البته این مقاله که ذکر میکنید که حدود چند وقت پیش بود که من اون لحظه‌ای که تناقضات اینها بالا آمده بود مطرح کردم، و به هر حال همونطور که ما میدونیم به دنبال فشارهایی که در زمان انتخابات اخیر به وجود آمد، دو تا خط، حالا خطی که میگم به این معنا هستش که به هر حال از دیکتاتورها گرفته تا کسانی که خدمتکار دیکتاتورها هستن، همه به هر حال یک ویژگی‌هایی دارن. ما نمیتونیم از جامعه شناسی افراد رو به عنوان آدمک‌های برقی و ربات تلقیشون بکنیم. نه، اینطوری نیست. یک به هر حال ویژگی‌هایی هستش که اینها رو به شکل کاملا یک به اصطلاح مهره صرف و ساده نمیشه تقلیلشون داد. خب با توجه به آنچه که دوره اخیر صورت گرفت، ما میدونیم که آقای روحانی با 24 میلیون رأی گفت من برنده شدم. البته احتمال داره پشت پرده مسائل دیگه ای گذشت، در برابر رقیبش که آقای رئیسی بود و آقای رئیسی میخواست در واقع فرد مورد توجه خامنه‌ای بود و احتمال داشتش که به هر حال تمام تلاش جناح اصولگرایان این بود که ایشون بر رأس قدرت قرار بگیره. ولی به هر حال لحظه که بحث به اثر قدرت میکردید، زمانی که آقای روحانی با 24 میلیون به اصطلاح به قدرت اینکه من رئیس جمهور شدم میرسه، این برای یک فرد خیلی لذت بخش هستش. درسته که یک نوع عوام فریبی وجود داره، بله ما در خدمت ملت هستیم، ما در خدمت اسلام هستیم، این عوام فریبی ها وجود داره البته این حرفا، ولی که به هر حال درسته که آخوند هست،
ولی هر آخوندی در برابر آخوند دیگه دارای برحال یک ویژگی خاص و یک منافع خاص هستش. درسته که آخوند بزرگ یعنی آقای خامنه ای تمام چیزها رو در خدمت فرد خودش و شخص خودش میبینه، به خاطر اینکه سیستم ولایت فقیه مطلقه هستش. مطلقه یعنی یک فرد در برابر 80 میلیون جمعیت ایران، یک فرد در برابر تمامی افراد سیاسی و احزاب سیاسی ایران. یعنی این، یعنی دیگران باید خفه بشوند تا این فرد که به اصطلاح در رأس قرار گرفته ولایت فقیه مطلقه خودشو اجرا بکنه. و بنابراین اون از زاویه استراتژی خودش، از اونجایی که برنده نشده بود در ارتباط با بازندگی آقای به اصطلاح رقیب آقای روحانی، و از اونجایی که از زاویه خودش باید منافع مربوط به سپاه رو در نظر بگیره، باید تا یه حدودی به اصطلاح بلند پروازی های احتمالاً آقای روحانی رو محدودتر بکنه، یادآوری بکنه که منم در اینجا که تصمیم میگیرم، منم در اینجا که به هر حال ترکیب دولت رو در آخرین تحلیل تعیین میکنم. و آقای روحانی میخواست بگه نه، من اینجا یه چیز بی خودی نیستم، 24 میلیون دارم. میگه 24 میلیون یعنی چی؟ یعنی من قدرت دارم. یعنی چی؟ یعنی تمایل خاص، اراده، پشتیبانی این 24 میلیون به من قدرت داره، من رو در شرایطی قرار داده که در این شرایط من میتوانم عمل بکنم و در ضمن برای این هم باید به جامعه خودم جواب بدم. بنابراین اون هم خودشو قدرت من ببینه. آقای خامنه ای قدرت من میبینه به خاطر این که میگه که قدرت من نشانه الهی داره، قدرت من نشانه پیامبرانه داره، قدرت من نشانه امامیه داره، و بنابراین تو باید قبول بکنی. همه این گفتارها به خاطر این هستش که شخص خود خامنه ای که در ضمن در درون در دنیایی در لحظه‌ای هستش که چه بسا بیماریش بسیار پیشرفت کرده و لحظاتی هستش که بین مرگ و زندگی از نظر فکری میتونه باشه، میخواد تا اون لحظه تا اون که وجود داره بیشترین لذت رو از این موقعیت انحصار طلبانه ببره. و برابری وقتی که آقای روحانی هم میگه من قدرت دارم، میگه نه، شما در واقع باید عقب نشینی بکنید. و ما دیدیم در این زور آزمایی قدرت آن کسی که پیروز شد آقای خامنه ای بود، به خاطر که ترکیب حکومتی در این دولت ترکیبی هستش انگار نه انگار که در این به اصطلاح این انتخابات صورت گرفته و انگار نه انگار که جناح آقای روحانی در رأس قرار گرفته، دوباره همون پشت پرده آنچه که خواستند رو انجام دادن. حال این مسئله مهم هستش، بنابراین اون لحظه بحرانی شده بود به خاطر اینکه این بحران در ضمن با مسائل جهانی گره پیدا میکرد، در ارتباط با مسائل به اصطلاح خاورمیانه گره میخورد. اینا البته همیشه این شرایط بین‌المللی ما بسیار حساس و بسیار خطرناک هستش همطور در منطقه، ولی یعنی امروز در لحظه ای ما قرار داریم که این کشواکش های درونی به نفع آقای خامنه ای در واقع اینها کوتاه آمدن. و این که امروز مهم هستش اینه که آیا جامعه ایران میتونه، کشور ایران میتونه در منطقه در یک شرایط آرامش، در یک شرایط صلح دوستی، در یک شرایط در واقع با پروژه های صحیح عمل بکنه، یا ادامه خواهد داد به سیاست های تجاوزیش، به سیاست های نظامیگریش، به سیاست های کمک های مالی به رژیم اسد، به حزب الله در لبنان، به تمام جریانات شیعه ای که در منطقه هستش، که بتونه در برابر قبله سنی آقای به اصطلاح اکیپ عربستان سعودی قدرت شیعه خودش رو به این ترتیب تحکیم. آقای دکتر ایجادی بفرمایید که اون چه که تروریسم اسلامی خوانده می شود همون رفتاری است که بین رقبای یک انقلاب رخ میده یا اینکه جنبه فرامرزی هم داره؟ بله، مسئله تروریسم اسلامی امروز در واقع بحث بسته این هستش که ریشه های این تروریسم از کجاست، رابطهش با ایدئولوژی چیست، رابطهش با دین چیست، رابطهش با به اصطلاح تاریخ اسلام چیست از یک طرف، و از سوی دیگه این تروریسم اسلامی
رابطهش با شرایط کنونی این کشورها چیست، فلاکت اقتصادی این کشورها چیست، رابطهش با نفت چیست، رابطهش با قدرت‌های منطقی و جهانی چیست و رابطهش با این دوگماتیزم و این ایدولوژی اسلامی و این خشونتی که در این زمینه وجود داره چیست. یکی از ایدال سازی‌های تروریسم پیوسته این هستش که آنچه که ما امروز هست می‌خواهیم این در واقع نوعی بازگشت به خلافت خلیفه باید باشه، یعنی خلافت اسلامی رو میخوان، مدل محمد رو میخوان، مدل خلفای اسلام رو میخوان و بنابراین بحثشون بر این هستش که امت اسلامی در طول تاریخ افت کرد، پایین آمد و دموکراسی ها و این بنابراین تمدن غربی و از نظر اونها کفار، سرزمین کفار بالا آمدن و قدرت رو به دست گرفتن و بنابراین یک اهرم ایدولوژیک و دینی بسیار قوی در تروریسم اسلامی عمل میکنه. این ترور اسلامی هم جنبه اصلی، هدف اصلیش داغون کردن دموکراسی، داغون کردن تمدن، داغون کردن تمام بافت کنونی هستش که ما در جهان کنونی به دنبال تحولات فکری، تحولات تکنولوژیکی و علمی اینا میبینیم و اون نمیپسنده و قدرت دموکراسی را به هیچ وجه نمیپسنده. اسلام نمیتونه با دموکراسی سازگاری داشته باشه، اسلام نمیتواند با حقوق بشر سازگاری داشته باشه و تروریست ها این رو میدونن، خیلی راحت میدونن. یعنی زمانی که شما به متن متن دینی نگاه میکنی، وقتی که تمایز قائل میشه، یعنی بین به اصطلاح مؤمن و دیگران تمایز هست، این تمایز اساسی هستش. چرا در این نگاه دینی و بینش دینی و اون کتاب دینی تمایز نهفته است؟ وجود داره، کسان دیگه، اقوام دیگه جز مؤمنین و گرایشات و به هر حال از منافق و نمیدونم بیدین و ناباور و غیر و غیره اینا حقی ندارن. حتی اهل دین، اهل دین چه کسی است؟ اهل دین بنابر سنت اسلام در واقع یهودیان هستند و مسیحیان. اون اهل دین هستند، ولی بنابر منطق این دین اون اهل دین هم باید بیاد به آخرین دین که کاملترین دین هست باید بپردازه و به قبول بکنه. بنابراین اونها هم خطش روشن خواهد بود. به این خاطر هستش که این سیستم دیکتاتوری، این سیستم در واقع توتالیتاریسم وقتی میرسه در اینجا، داعشیان، خود حکومت اسلامی ایران، مگه چیا کردم؟ تمام اون کسانی که با اونها نبودن رو باید به انواع اقسام ملاکای ایدولوژیکی باید کنار میزدن، داغون کردن. این همه اعدام در ایران صورت گرفت، این همه در زندانهای ایران شکنجه شدن، از زنان ایران بسیاری از افراد در واقع اینها زیر شکنجه، زیر فشار گوناگون اجتماعی و سیاسی و زندان و غیر ذلک قرار گرفتن. چرا این سوال؟ چرا؟ به خاطر اینکه نتیجه ریشه های ایدئولوژیکی و این قدرت مداری مطلقه هستش و به این خاطر هم هستش که بنابراین تروریسم اون طاعونی هست که تمامی این کشورها رو در بر گرفته، یا در رو یا در زیر زمین، و این زمینه به اصطلاح همون فناتیزم، همون خرافه گرایی، همون ایدئولوژی سلفی گری هستش که این جامعه رو رها نخواهد کرد. بنابراین متاسفانه ما در درون بافت اجتماعی تاریخی قرار داریم که این بافت اجتماعی تاریخی هم توی گفتم با عوامل گوناگون ساختارش تنظیم شده و یکی از زمینه‌های آسیب پذیری اون همینی که این ذهنیت رشد نمیتونه به راحتی بکنه، رشد نمیتونه بکنه، نمیتونه از عقلانیت مدرن برخوردار باشه. این ذهن در 1400 سال پیش باقی مونده، ابزار کنونی رو برمیداره، در خدمت اون ایدئال خودش قرار میده، ولی بنابراین شمای فکری تروریسم، شمای فکری این افراد آخوند، شمای فکری این افرادی که از آخوند گرفته و حتی نواندیشان، بحث برسر این هستش که آیا نواندیشان در انقلاب در زمینه فکری کردن؟ من فکر نمی کنم، من فکر نمی کنم و امیدوارم فرصت دیگه ای باشه که این جنبه رو من واقعا بشکافم که نشون بدم که نه تنها
روحانیت نه تنها بنیانگرایان در همون چارچوب ایدولوژیک و دینی باقی ماندن و به مفاهیم خردگرایانه و مدرنیته کنونی به هیچ وجه نمیتوانند باور داشته باشند و نواندیشان دینی یعنی افراد گوناگون مانند نقد هایی که من پیوسته نوشتم و خوانندگان یا بینندگان شما میدونن یا شنیدن، نقد هایی که در ارتباط با آقای شبستری هستش، با آقای سروش هستش، به علی شریعتی هستش، این نقد ها رو من نوشتم و پنهان نمی کنم و من فکر می کنم جامعه ما باید چنین نقد هایی رو بکنه، ببینیم که آیا این نوع اندیشان اینها پرچمدار واقعا دموکراسی هستند، واقعا جامعه مدرن هستند، واقعا برابری افراد رو میخوان، یا این که میگن آره ما این رو میخوام، ما باید مدرن باشیم، ولی که کماکان همون بندهای عمیق دینی رو نگه میدارن. شمایی که باز در ذهن خودشون نگه داشتن کماکان اون مدلی هستش که اون ریشه های فکری خودش رو فراموش نمی کنه. و بنابراین امیدوارم فرصتی باشه که من این رو برای دوستان بشکافم. این جزء در ضمن کتابی هستش که من در حال به اصطلاح تنظیم نهایی هستم، یک کتاب زیر چاپ هستش در ارتباط منشأ تاریخی و هرمنوتیک قرآن که از نظر علمی نشون میدم، از نظر دانشگاهی نشون میدم که چگونه این به اصطلاح قرآن شکل گرفت، و کتابی که در لحظه کنونی دارم به اصطلاح تنظیم میکنم برای انتشار، برای ارسال به اصطلاح انتشار، برای انتشار در ارتباط با نواندیشان دینی در ایران هستن، نواندیشان مسلمان در ایران هستن، و بحث من این هستش که کار این نواندیشان، حرکتی که میکنن، آیا این بیان ظلمت گرایی است یا بیان روشنگرایی است. آقای دکتر 3-4 دقیقه وقت داریم، بفرمایید که بنیادگرایی اسلامی یک تصویر یعنی سایه تروریسم اسلامی است یا به عکس. ببینید بنیادگرایی اسلامی، بنیادگرایی به شکل معنای خارجیش یا فرنگیش ما میگیم فاندامنتالیسم، فاندما یعنی برفتنی به پایه. حالا بنیادگرایی به معنایی که به فارسی معادلش گرفتیم میگیم بنیاد. خب حالا بنیاد چیست؟ ویژه کلمه دیگه ای هستش که در این سالهای اخیر رونق پیدا کرده به نام سلفیگری، یعنی رجوع به سلف، رجوع به آغازین، رجوع به پدران. و بنابراین از نظر به اصطلاح معنای این به اصطلاح ویژه این واژه، این خودش رو به نقطه آغاز، نقطه آغاز چیست؟ نقطه آغاز برای اینها هم رجوع به قرآن هستش، که این که در آنچه که در این کتاب آسمانی آمده است همان است و غیر از آن نیست، یک. دو، این که مدل حکومتداری، مدل کشورداری، مدل جامعه‌داری، مدل رفتار پیامبر هستش. و بنابراین بنیاد یعنی چی؟ یعنی بازگشت به نوعی سلفیگری است. و بنابراین این ایدولوژی هستش، این زمینه فکری گسترده هستش. حال بنیادگرایانی هستند که این فکر رو تبلیغ میکنن، تنها حقانیت رو این رو میدونن، ولی الزاماً دست به ترور نمیبرن. بنابراین تروریستا بخشی از بنیادگرایان هستند که میگن پس از اونجایی که ما خواهان بازگشت به این بنیاد، این اساس هستیم، و از اونجایی که در برابر ما دنیایی هستش که دنیای با به اصطلاح دشمنان ما هستند و اینها تمام ابزارها رو دارن، بنابراین ما باید اسلحه به دست بگیریم و با از طریق اسلحه، از طریق وحشت، از طریق ترور این دنیا رو به در واقع چیکار کنیم؟ به تزلزل بکشونیم. بنابراین آنچه که مهم هستش این بنیاد فکری، این رجوع به اون اصل از نظر خودشون، این بنابراین این عقب افتادگی فکری، یعنی این تحجر فکری هستش که این زمین ساس هستش، یعنی انگار که جهان از 1400 سال پیش تکون نخورده و این افکار که از نظر من جامعه شناس افکار ابدی و ازلی نیستن، افکار مربوط به یک لحظه معین، یک تاریخ معین هستن، بنابراین اونها میخوان بازگشت کنن. و از سوی دیگه اون وقت تروریست ها اون کسانی هستن که میگن که خب الان دیگه میدون در برابر ما هستش،
پس بمب بریزین، مردم رو بکشین، سیستم موجود در این کشورها رو که به شکل متعارف وجود داره اینها رو برهم بزنین. و بنابراین برای این برهم زدن هم غرب در برابر اینها در این به عنوان هدف اینها هستن و هم کشورهای مسلمانی که در این کشورها چی قدرت‌هایی هستند که این قدرت‌ها مورد به اصطلاح سلیقه اینها نیستند، به این خاطر که برای اینها اون قدرتی خوب هستش که به سلف برگرده، به اجدادش برگرده و بنابراین به اون دوران ابتدایی اسلام برگرده. بنابراین برمیاد به همون مطلبی که جناب عالی مطرح کردی، مسئله قدرت همین دسته های تروریست هم همین رهبرانی که در درون این تروریست ها هستن، یکی از مسائل اساسی که اینها دارن همون امر قدرت فردی برای نابود کردن دیگران و برای تابع ساختن افراد دیگه به عنوان بنده و یا خدمتگزار خود. خیلی ممنون آقای دکتر، وقت ما به پایان رسید ولی این بحث پایان ناپذیره. خیلی ممنونم ازتون، امیدوارم که در انتشار کتاب‌های جدیدتون موفق باشید و همچنین تشکر میکنم از همیهنانی که به این مباحث علاقه نشان میدن و با سپاس از کارگردان برنامه‌مون آقای بهروز مشکینیار. شب و روزتون خوش.